دادگاه استیناف هرات حکم اعدام فردی که دو تن را در هرات سر بریده بود صادر کرد. فرد متهم به قتل در جلسه دادگاه ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده و گفته بود که از کشتن قربانیان پشیمان نیست. از سوی هم وکیل مدافع متهم میگوید او مشکل روانی دارد و نباید حکم اعدام برایش صادر شود. حسینی خواه گزارش میدهد. دادگاه استیناف هرات در جلسه روز شنبه خود پرونده جرمی فردی را رسیدگی نمود که حدود 3 ماه پیش 2 تن را در هرات سر بریده بود. وکیل مدافع متهم ادعا دارد موکلش در هنگام انجام جرم حالت روانی مناسبی نداشته، از همین رو نباید اعدام شود. حالت جنون به رزی دست میده در منطقه محل، همسایه ها، اقارب، همگی مردم شاهد از این موضوع هستند که این شخص از یک حالت عقلی و هوشی نسبی برخوردار نیست. من هزار نفر میرم خود شما خودم و متهم بشینیم مخفی، اگه همون محمد نام و محمد کفری نگفتم، دیوانه نگفتم، شما به جا همی عتق با بغل همی عتق مرم دار کشید. اما دادستان پرونده این ادعای وکیل مدافع را رد کرد و باور دارد متهم مشکل روانی ندارد. نزدیکان قربانیان همانند دادگاه ابتدایی از دادگاه استیناف نیز خواهان صدور حکم اعدام برای فرد متهم به قتل هستند. جریان تحقیق از طب عدلی هرات جناب رئیس معلومات خواسته شده که اونا معلومات دادن که متهم مذکور هیچ گونه تکلیف روانی نداره. در آن وقت قرص کنم، زندگی من نابود شد، بچه ها من نابود شدن، دختر 7 ساله من دندان داره چک میکنه، حالا میگه روانیه؟ متهم به قتل که در جلسه دادگاه ابتدایی به دست داشتن در قتل اعتراف کرده و گفته بود از این کارش پشیمان نیست، در جلسه دادگاه استیناف نیز میپذیرد که قربانیان را با کارگیری از شمشیر به قتل رسانده است. من شمشیر داشتم، بدکن ممکن نیم کنه داشتم، بدکنه که کرا کرده بیدم و داخل همی دکن بید 8 ماه یا بیشتر یا کمتر دکن به دستم بید، دکن سابقه بید 200 دکن بید پلیو هم. آنه ما برفتم شمشیر ورد داشتم بر ماس به مرمی بزنم اونتا موفق نشد میر بزدم. سرانجام قاضی دادگاه استیناف حکم اعدام را برای متهم به قتل صادر می کند، اما متهم می تواند در صورت عدم رضایت از این حکم پرونده‌اش را در دادگاه عالی کشور در کابل باری دیگر بررسی کند. حکم نمودیم که طبق ماده 156 قانون جزا، جزای اعدام که شدیدتر از بالای اسامی عتیق الله ولد عصمت الله تنفیذ گردد. یک قبضه شمشیر و 2 قبضه کارد به دست آمده طبق ماده 119 قانون جزا مصادره گردد. در این جلسه دادگاه استیناف هرات 2 پرونده دیگر نیز بررسی شد و 2 تن که در 2 مورد سرقت مسلحانه دست داشتند هر کدامشان به 5 و 6 سال حبس محکوم به مجازات شدند.